خب پس دو دسته عزیزی که حالا سیاستی یه ذره و متوهم سیاسی سرت خود بیار بالاتر، موضوع رو تو یک خط بفهم. جنگ حماس و اسرائیل نتیجه توی یک خط چی؟ او تانک ها را، این یک خط نیست. او اول حمله کرد، این هم یک خط نیست. توی یک خط نیست، اون توضیحات رو برنامه قبل دارم به جوش بود. توی یک خط نتیجه جنگ حماس و اسرائیل رو میشه دید. توی یک خط بفرمایید توی خط چی؟ اینه که در جنگ بین حماس و اسرائیل که اسرائیلی ها میخوان حماسی ها رو بکشن و حماسی ها میخوان اسرائیلی ها رو بکشن و آمریکا اومده با یه سری کشور ها پشت اسرائیل که میخوان حماسی ها رو بکشن و جمهوری اسلامی و گروه های دیگه اومدن و قطر و دیگه پشت این که میخوان اسرائیلی ها رو بکشن، همش یک نتیجه خیلی ساده توشه. چه نتیجه؟ که 36 روز جنگه، 36 روز این جنگ شروع شده، 79 تا حماس کشته داده، 460 تا اسرائیل با بقیه کشورها که تو مهمونی 12,000 پلاس 1,000 اسرائیل، 13,000 زن و بچه و مردم کشته شدن. پس از این نتیجه یک نتیجه قشنگ میشه گرفت. زمانی که آمریکا و اسرائیل با این چهار تا اپوزیسیون که مسخره که طرح بیزینس پلن براتون باشه، بیزینس پلن یعنی چی رو توضیح بدم، ندارن و میخوان به ایران حمله کنن، نتیجه این نتیجه اینه که، یعنی چه این نتیجه رو من انتیگرال ازش بگیرم چه مشتق فرق نمیکنه، تقریبا میگه باید ببین چه نتیجه مسخره ایه. نتیجه این نتیجه اینه که هنگامی که آمریکا و این اپوزیسیونک ها بدون حضور لیدر ریستارت و اندیشه های لیدر ریستارت و بدون کمک ریستارتی ها و اون بیزنس پلن قویی که دارن، اگر این گروه بخوان به ایران حمله کنن به رژیم جمهوری اسلامی رو بردارن، یک نتیجه ساده است: 420 تا سپاهی و بسیجی کشته میشن، 120 تا اسرائیلی و آمریکایی کشته میشن و 5 میلیون زن و بچه ایرانی. به یه خرم بگی این موضوع رو، این عدد رو میفهم. به یه خر بگو برو دم نونوایی بگو 3 تا نون بده، وقتی 3 تا رو میدی میفهم. به خدا به یه خر بگی میفهم.